نگفتم فایده نداره. این همه مسافر و دستفروش و دورگرد شاهین رو کجا پیدا کنیم؟ عجله نکن، یه ذره پرسجو کنیم، یه ردی ازش پیدا میکنیم دیگه. یه الف بچه گذاشت اون سر کار. و اصلا کجا معلوم دروغ نگه ها؟ نه، راست میگه. من که به احترام حرف مهندس پشت آمد. بذار بگردیم لااقل خیالمون راحت شد. اون آقای میشناستش. خودم آقا. همیزا کارمون بکنم رایده بیش کنم. برم دیگه. حل دیگه. خیالت راحت. آقایی. سلام علیکم. سلام. ببخشید شما یه خانومی به اسم شهیم میشه اینجا دست فروش باشه؟ اینجا دست فروش زیاده. چی میفروشه؟ چی میفروشه؟ روسری. روسری. من این بچه رو میشناسم. من همونم که اون شب با خواهرم سوار ماشینتون شدی. خواهرم با شما دعوا شد. بله، دنبال مسافرخونه‌ام بودم. حالا ولش کن. گفتین میشناس شهیم خانومو؟ خیلی وقت با شوهر جمع کردن تهران رفتن شهرستان. اینجور که شنیدم کلن دیگه اونجا زندگی میکنن. حالا چطور میگه شما فامیلشونی؟ نه فامیلشون نیستیم. بچه گم شده دنبال خواهرش میگردیم. مثل که خواهرش باشه این خانم آشناست. خواهرش خیلی بدقلق بود. میشه هم دو سه جا رو من بردم مسافرخونه نشونش دادم ولی آخرش هم پیچید رفت پیش شهیم. شهیم خانم این مسافرخونه داشت؟ نه یه اتاق داشت. مثل که ارزون میداد خیلی میرفتن اونجا. اینم رفت اون. حالا داداش این شهرستان که گفتی رفتن شما آدرس سراغ چیزی ازشون نداری؟ نه دیگه گفتم که اینا رو که شنیدم و بچه ها شنیدم. من خودم باش در تماس هستم که باش خیلی ممنون. عوامر دیگه نداری؟ قربون شما آبجی بایزم خبر نداری دیگه کجا رفت چی؟ طاهر 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 برو مالش طاهر بهاره پیداش کردی؟ نه بابا میده نمیده از پلیس میترسه بابا اون میترسه مردم که نمیترسن که بلم کنه سی بیبریم بره پیش پلیس بیان دنبالمون بری من نمیام میخوام یکم دیگه بگردم لج نکن بهاره میخواستی فرارش بری که فراری داری دیگه بیبریم گفتم که من نمیام تو میخوای برو درک فقط گیر افتادی ما رو لومون ندی خاله بهاره کردی عشق من گن زدی غلط کردم عشق من حق با اسی بود من خیلی خرم گن زدی بهار جون مرد شورتو ببرن منو ببخش عشق من منو ببخش شنیدی؟ رفتم رفتم بازی داره میره مرحله بعد آقا طاهر
چرا اینجا نشستی؟ اونجا آفتاب بود، گفتم بیام اینجا. نه دست درد نکن. میگم از دیروز تالا یه طوری شدی. نه چیزی نیست، اچای دارچی. به آقای عزودی فکر میکنی؟ به آقای عزودی فکر میکنم، خیلی چیزای دیگه هم فکر میکنم. خیلی چیزای دیگه چیه؟ تو چرا هیچی از خودت نمیگی؟ هر پرستاری میاد اینجا من 3 روزه سر از کارش در میارم، ولی تو این همه وقت اینجا هیچی از خودت نمیگی. به نظرم تو خیلی تو داری. چی بگم آخه؟ آخه این آقا مسعود هم یه طوری شده. درست میشه، درست میشه. این آقا یعقوب بنده خدا چقدر داره قصه میخوره. یعقوب که روزای اول از شب تا صبح بیدار بود فقط گریه و زاری میکرد، الان هم فقط به خاطر آقا مسعود وایستاده. ما قرار نبود تا آخر عمر اینجا وایستیم، قرار بود یه مدتی وایستیم بعد بریم. آخه دخترم اونجا تنهاست. دختر داری تو؟ آره، باران، کلاس دومه. با کجا سلام؟ تا پارسال همینجا بود، بعد باید میرفت مدرسه. نگار خانم گفت بفرست شهرستان، با بچه مدرسه‌ای نمیتونی کار کنی. منم بردمش پیش مامانم، باید میرفتیم، ولی آقای عزودی که الان فوت کرده، یعقوبم که دیگه به خاطر آقا مسعود رضایت نمیده بریم. ای کاش بری پیش دخترت زودتر. خدا از دهنت بشنوه، مردم از پشت تلفن اینقدر به باران دروغ گفتم. میگم تو نمیدونی آقا مسعود میخواد چی کار کنه؟ چی رو رهنه جون؟ کارخونه ها رو، خونه زندگی رو، ارثیه رو. من از کجا بدونم؟ اصلا مگه به من ربط داره؟ آره خب راست میگی، تو از کجا بدونی؟ ولی انگار یه خبراییه. نمیدونم اصلا. باش، من برم به کارم برسم، 1000 تا کار دارم. الو، آقای یعقو. بله خانم. چیزی شده؟ هیچی، خم چایی ببرم و تو موندم که این آقا وکیله بگه که چرا وسط حرف ما چای آوردی، یا آقا مسعود بگه که چیز چرا نیومدی پذیرایی کنی. موندم چیکار کنم؟
چه فکرایی اینا؟ خواستم بدین من ببرم. باش. نه، خودم ببرم. شما بفرمایید. خب شما بری، من خیالم راحت شه. چطوری بچه؟ ها؟ ببینم من ترس مالم یه چیزی بدم بخوری. چه؟ چون جوری نگاه میکنی؟ خودت خواستی؟ نباید میرفتی تو تیم بهاره، تو تیم بازنده ها. یادت هر روز اول به چی گفتم؟ یادت؟ بهت گفتم این یه بازیه. یادت بهت گفتم تو هم تو تیم منی. بخور. الان نه افشین اینجاست نه اون بهاره خانوم. یک کاسی که بزن فراد و مراد و خیری و اینا هم همه رفتن پی کارشون، همه شون بگیم کنن تو رفتی در رفتی، اسی رو نشناختن هنوز. بیا، ولی تو باید اسی رو بشناسی، چون تو که مثل اونا بازنده نیستی که. تو رو من انتخاب کردم، اسی تو رو انتخاب کرده برنده باشی، فهمیدی؟ بخور. تو بچه ای، نمیفهمی هنوز. یه روزی که بزرگ بشی قراره بشی دستیار اسی، واسه همین باید برنده باشی، فهمیدی؟ یه گازی که بزن بیا یکم اینم بخوا بسته تو دیگه. اینجا میترسم. خودت اینجوری خواستی؟ دستشویی مستشویی که نداری؟ الان نه. خیلی خوب، نه ترس، حالا زود به زود میام به سر میزنم. اینجور تاریکه. ننه من غریبه هم بازی در نیاره دیگه. بیا این هم چراغ قوه برد میذارم اینجا، نترسی، سه روز هم شارژ نگه میداره. بیا حالا یک دو روز دیگه میام میبرم این تجایی هم. خب فقط یه قول بد بدی، یا سر و صدا نکنی، درد سرم درست نکنی. خب بگو چش. آفرین، از اول این چشو گفته بودی دیگه به این وضعیت هم نمیفتدی بی لیاقت. بیا.
بگی بخوا عشنگ ترازه کش کلتم رو کن چون فیلن خدافز بیدار شدی؟ صبح بخیر. صبح شام بخیر. آقا مسعود بیدار شدن؟ بیدار؟ پس کله سر داره با نگار خانم حرف میزنه. همش حرف، حرف، حرف. خستم نمیشن. صبح نشو خورده؟ نه. بابا اینا چرا اینجوری میکنن؟ یادم استرس برش بده. چشش بدتر میشه، معدش بدتر میشه. اصلا هیچ کدوم ملاحظه نمیکنن. اینا یه چیزی بینشون هست. من و یعقوب هر کاری کردیم نفهمیدیم. تو هم که نمیدونی. عمه جان، عمه دلسوز، حرفای من خیلی روشنه. مطمئنم هستم شما کاملا فهمیدی من چی دارم میگم. مسعود، مسعود من، ببین اصلا ببین، بذار یه پرده های بین ما باقی بمونه. من اینجوری میخوام، ولی انگار شما دلت نمیخواد. آخه من باید بفهمم تو چی میگی. شما فکر میکنید من کورم؟ درسته یه مدت نمیتونم همه چیزو خوب ببینم، ولی همیشه که اینجوری نبودم. من منظورتو از این حرفا نمیفهمم. من چند ساله میدونم تو سر شما چی میگذره. چند ساله. به بابام هم نگفتم برای اینکه نمیخواستم دلش رو بشکنم. بفهمید بدونیم که چی داره تو سرمون میگذره. شما منو چی فرض کردی عمه؟ چه توقعی از من داری؟ اینکه مسعود بشینه شما شروع کنی؟ آره نه خیر. من خودم شروع میکنم. بفرمایید از خونه من بیرون. خونه تو؟ خیلی داری اشتباه میکنی مسعود. وضع خودتو از اینی که هست خرابتر نکن. وضع من خراب نیست. یعقوب هست، رعنا هست، ترنجم هست. همینا برای من کافیان. غریبه وفادار شرف داره به فامیل خیانتکار. نه، مثل اینکه فایده نداره. این حرفا حرفای تو نیست. یکی داره پرت میکنه. رعنا، رعنا. بله خانم. بگو این دختری بیاد پیش من. باش. با اون دختر چی کار داری؟ کار دارم. اون دختر ربطی به این قضیه نداره. حالا میبینی. عمه میشنوی من چی دارم میگم؟ میفهمی؟ اون دختر هیچ ربطی به این ماجرا نداره. مسعود. چی شده؟ اینجا چه خبره؟ من بچه‌م امو جان؟ اگه بچه نیستم مثل بچه ها با من رفتار نکنین. وانمود نکن الکی همینجوری اومدی. اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ نه اتفاقی نیفتاده. فقط من میخوام از این به بعد تنها زندگی کنم. باشه. چرا داد میزنی؟ به من میگه باید از اینجا بری. بری؟ کجا بره؟ خیلی خوب باشه، حالا که اینجوری شد همه حرفا رو میگیم. بفرمی. نه تنها عمه خانوم از اینجا میره، شما هم دیگه اینجا بر نمیگردی.
همین الان میری شعبه خودت، تمام دفتر دستکار رو تحویل میدی به همون پسره. زاره؟ بله زاره. وخ چرا؟ چرا؟ شما بازیگر خوبی میشدی همون، ولی نه برادر خوبی بودی، نه عموی خوبی. الانم خواهش میکنم بفرمایید منو تنها بذارین. بفرمایید، تموم شد. که اینطور، پس قضیه اینه. بله. با این تفلک چی کار داری؟ نه، این خیلی هم تفلک نیست. میتونم از سرکار خانم بپرسم از جون این خونه و آدماش چی میخواین؟ لازم نیست به هیچ سوالی جواب بدی، شما برو تو اتاقت. تب کن، شنیدی نوزر؟ اتاقش برای من تو ملک پدری خودم جا نیست، اما برای قربتی در به در. عمه احترام خودتو نگه دار. چیکار میکنی مثلا؟ میزنی؟ میکشی؟ چیکار میکنی؟ نگار. نه خب بالاخره کسی که تهدید میکنه یه ابزاری چیزی داره دیگه، زوری، پولی، موقعیتی. تو چی داری مسعود جان؟ نگار جان، قضیه خونه و باقی چیزا باید مسالمت آمیز حل بشه. خب البته شیوه عمه خانوم با شیوه شما فرق میکنه عمو جان. شما برو تو اتاقت دیگه. برو تو اتاقت، وسایلتم جمع کن. تونستی قاپ ناصر و مسعودو بدزدی، فکر کردی میتونی مارم خر کنی؟ نگاش کن نوزر، نگاش کن ببین چطوری خودشو زده به موش مردگی. نه، به موش مردگی نزدم خودمو. اتفاقا منم هیچ علاقه ای ندارم اینجا بمونم. فقط به خاطر وصیت آقای عزادیه که مونده و اینکه آقا مسعود خواستن. بله خب، اگه داداش مرحومم به منم به جای ماهی 2 میلیون هفته 2 میلیون میداد، همینقدر اعتماد به نفس پیدا میکردم و شروع میکردم به فت و فت. عمه دروغ میگن؟ از وقتی که این دختر پاشو گذاشته اینجا از این رو به اون رو شدی. اینا تراوشای مغز شماست، هیچ دلیلی هم نداره که واقعیت داشته باشه. چه دلیلی دادی که حرفای تو رو؟ دعوای خانوادگی شما به من هیچ ربطی نداره. آقا مسعود هر وقت کارم داشتید صدام کنید. با اجازتون خانم. خب حالا به من بگید قضیه چیه؟ قضیه اینه که من 2 سال سکوت کردم. 2 سال هیچی به بابام نگفتم برای اینکه قلبش نگیره. الان که دیگه قلبش گرفت، الان که دیگه رفت، دیگه هیچی برام فرقی نمیکنه. بابا اصلا من نمیخوام شما رو دیگه ببینم. خیلی زود از این حرفت پشیمون میشی مسعود جان، خیلی زود. ببخشید عمو جان، ولی من بعید میدونم که پشیمون بشم. جهت اطلاع نگار همینجا میمونه، گرچه در خونه من همیشه بروش بازه، اما اینجا میمونه تا مسائل حل بشه. خیلی خوب، پس حدسای من درست بوده. تورنج، تورنج بیا منو ببر تو اتاقم. نباید اینقدر تون باش حرف میزدی. لازم بود. بله. بفرمایید آقا مسعود. خوب استراحت کردی؟ بله استراحت کردم. ولی در واقع اومدم که از شما عذرخواهی کنم، امروز خیلی برخورد بدی با شما شد. خواهش میکنم. این جنگ پنهان بین من و اینا بعد از رفتن پدر یه جورای علنی شده.
اینا هم دارن تو این شرایط یه جوری از شما به عنوان نقطه ضعف من استفاده میکنن. البته من حریفشون هستم، ولی نمیدونم بعد از این چه اتفاقی قراره بیفته. به من قول بدین حواستون به خودتون باشه. قول بدین این داستانا باعث نشه وصیت پدر یادتون بره. قول بدین درمانتون رو پشت گوش نندازی. این قول گرفتن ها یعنی تو داری میری؟ خب من همش خبر میگیرم ازتون. تازه به پدر گفتم خودم میبرمتون فیزیوتراپی. بعد هر چند وقت یه بار بیام ببرمتون دیگه. آقا مسعود قول بدین به. تورنج الان که داری میری وقتی بهت نگاه میکنم میتونم صورت واقعیت رو تصور کنم. یه جورایی انگار صورتتو میبینم. کنم خودش. آره. نمیرین تو؟ چرا؟ چرا میرم؟ میخوایم با تون بیان؟ نه نه مشکل نیست. هرچی تا به امروز یادت دادم برای همچین روزایی بوده ها. میخوام کارا رو خودت رفع و رجوع کنی. دارم حساب باز میکنم. خب چشم. این چند روزه من یه خورده کار دارم، خورده ریز، مجبورم برم بیرون و بیام. یه وقتی اینجا نیستم، میخوام تو اینجا رو بچرخونی. خب خیالم راحت باشه. چشم آقا. حله. ببین یه وقت اومدن ازت پرسیدن این استی کجاست چی میگی؟ نکن از این زبونت بکشم بیرون. کارگاه رو ول کردیم به امون خدا. علیک سلام. اتفاقا من یه کاری داشتم به فرهاد میسپردم خودم برم دنبال کارم. کار؟ پس کار بدون فرهاد اون طفلکی هم پیش میره، درسته؟ خدا خانم بهار، بعد چند روز زحمت کشتی اومدی سر کار میخوای بدقلقی کنی؟ میخوای سری بزنی به کارگرا؟ کل کل کردن باعثی نشد کارا. ببخشید خانم. بله. یه لحظه تشریف میارید؟ بله. این خانوم اومده از مدیریت اینجا سوال داره. آوردم خدمت شما. ممنون. برو به کارت برس. جانم. سلام خانم، خوبین؟ شما مسئول اینجا این؟ بله، امرتون. ببخشید مزاحمتون شدم. راستش من چند وقت بردرم رو گم کردم، دارم دنبالش میگردم. اسمش طاهره، طاهر قادری. مثلا شاید اینجا کار کنه پیش شما یا با یکی از پرسنلتون بره بیاد. یه بچه کوچیک، عکسش هم الان بهتون نشون میدم.
دیدینش؟ نه. اینجا کار میکنه؟ نه؟ نه تا حالا ندیدمش. حالا برای چی تو کارگاه و کارخونه دنبالش میگردی؟ چیز؟ من رو ببین، من رو نبین. یه نشونه‌ای پیدا کردم که مطمئنم تو یکی از کارگاه‌های این اطرافه. مثلا راحت خودم میتونم پیداش کنم. من میرم سمت ماشین، تو هم پشت سرم یه جوری به این دختر من نبینه. خب چرا آقا؟ بهت گفتم حواستو جمع کن، خنگ بازی در نمیار دیگه. شما مطمئنی؟ میگم شاید شما تو دفتری نمیبینین کیا اینجا کار میکنن، میرن میان. نه آخه ما اینجا فقط یه بچه داریم، فرهاد. این تنها بچه یه که اینجا کار میکنه. سلام. سلام. خوبی؟ نه داداش من کوچولو، این بزرگه. داداشم 8 سالشه فقط. برو فرهاد. خب حالا کجا گمش کردی؟ جان من اینجا گمش نکردم، مولوی گمش کردم. خیلی هم دنبالش گشتم، خیلی سپردم به این اون، عکساشو چسبوندم. یه مدت مثل این که پیش یه آقایی بوده کار از این کارتون خوابا و اینا، اون خودش گفتش که اومدن بردنش توی یکی از این کارگاه‌های بسته بندی. یکی هم تو خیابون دیدتش عکس گرفته، برای من عکسشو دارم الان. با یه آقایی بوده رو پوش مدرسه تنش بوده. گفتم شاید مثلا شما ندیدین، شاید اومده یکی دوبار اینجا شما ندیدین، مثلا تو دفتری جایی بودید. اینجا کارگر زیاده ولی همه صبح میان شب میرن، هیچ کس هم بچه نمیاره، ورود بچه قدغنه. آها آخه همه همینو میگن، همه کارگاه که من رفتم همینو میگن، قدغنه. ولی خب من میدونم داداشم توی یکی از این کارگاه هاست دیگه، خودمون آقای گفته. همه راست میگن، اداره کار گیر میده، این اطراف هم کسی دنبال دردسر نمیگرده. فرهادم که دیدی مدیرمون دلش براش سوخته آورده اینجا، وگرنه جز دردسر هیچی واسه ما نداره. خب پس من اگه اجازه بدین یه نگاهی فقط بکنم توی کارخونه رو. یه سر این آقایی که بهتون گفتم داداشم باش بوده، یه 206 هم داشته. شما ممکنه اصلا بیرون این اطراف دیده باشین یه آقایی با 206 با داداش من که رو پوش مدرسه تنشه. خب حالا میخوای برای اینکه خیالت راحت شه بریم پیش مدیرمون، من اینجا مدیر سالونم، بریم شاید اون بتونه کمکت کنه. خیلی ممنون اگه بشه، که خیلی خوب میشه من با رئیستون حرف بزنم، شاید ایشون بتونه من کمک کنه. شما اینجا هم تولید میکنید مواد غذایی هم بسته‌بندی؟ بله. شالا پیدا میشن. به هر حال هر کاری کمکی چیزی از دست ما بر بیاد در خدمتتون هستیم. همونجوری هم که خانم گفتن ما اینجا اصلا کارگر بچه نداریم. ولی اگه بخواید میتونید یه سر به کارگاه بزنید. نه فکر نمیکنم دیگه لازم باشه. این عکس میتونه پیش من بمونه؟ بله. حالا به همکارا نشون میدیم، اگر کسی نشونه چیزی داشت بهتون زنگ میزنه. تلفنشون رو گرفتین؟ نه میگیرم ازش. واقعا اگه این کارو بکنین خیلی لطف میکنین در حق من. دستتون درد نکنه واقعا. این حرفا چیه؟ ما هم از شنیدنش ناراحت شدیم. ای کاش اینجا آخرین جایی بود که دنبالش میگشتیم. لابد باید کلی کارگاه دیگه هم سر بزنیم. یه 4-5 تا کارگاه دیگه فکر میکنم مونده باشه. اگه اونجا هم پیداش نکنم که دیگه باید یه فکر دیگه بکنم. به هر حال دستتون درد نکنه. خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. خدا نگهدار. همراهیتون میکنم. خیلی ممنون، میتونم برم خودم. من تلفنتونم بگیرم.
ببینی؟ ماشین حسیه. بزدل روانی. تا اسم طاهر رو شنید این جنزده ها پرید پشت ماشین رو در رفت. بها خیلی شانس آوردیم. یعنی چی شانس آوردیم؟ یعنی که به خیر گذشت. واقعا خاک بر سر من. چرا؟ چرا؟ این زندگی برای من ساختی؟ لعنت به من که گول تو رو خوردم. لعنت به من که بهت اعتماد کردم. ای کاش هیچ وقت ندیده بودم تفشین.